روایتی که تونی مندز در واقع ارائه میکنه از این داستان چقدر از لحاظ تاریخی به نظر شما دقیقه؟ این کتاب خودش نوشته به اسم آرگو و تا اونجایی که میدونم درسته. فیلمش یه چیزی، اون یه داستان دیگه است. فیلمش خب داستان هالیوودی دیگه. مثلا میگم اینا در واقع اینا گذرنامه کانادایی داشتن، به عنوان فیلمساز اونجا بودن، رفتن با اون گذرنامه ها همینطوری راحت رفتن، از فرودگاه رد شدن و سوار هواپیما شدن و رفتن. خب این تو فیلم، داستان تو فیلم به درد نمیخوره. این یه قدری باید هیجان داشته باشه خب داستانشو ساختن، یا اون صحنه تو بازار اصلا وجود نداشت. وقتی که به اون ماجرا بعد از 33 سال نگاه میکنین و اتفاقی که الان ما در واقع داریم تجربه میکنیم در روابط ایران و آمریکا، فکر میکنید گروگانگیری مادر تمام بحران هایی است که ایران و آمریکا تو این سال ها تو این 33 سال باش درگیر هستن؟ اگر مادر همه بدبختی ها یا این وضعیت بیهوده رو اگر مادر نباشه، بالاخره اثر گذاشته. تا امروز اثرشو میبینیم. تا امروز مردم ایران، مردم عادی ایران دارن چوبشو میخورن. چرا مثلا انقلاب به اون طرف افراطی و استبدادی، چرا به اون طرف رفتی؟ چرا نرفته به اصطلاح به آزادی و دموکراسی و به اصطلاح حکومت قانون و جامعه مدنی؟ چرا به اون طرف رفته و اون طرف نرفته؟ یکی از دلایل. چرا صدام حسین بهش خودش اجازه داد که به ایران حمله کنه؟ چون دیده که ایران در انزوا بود در اون زمان. دوستم نه، وقتی حمله میکنه کی از ایران طرفداری میکنه؟ هیچ کس طرفداری نمیکنه. این بدبختی هایی که بعدشو میاره بیشتر بر سر مردم ایران میاد. من همیشه میگم، بعضیا میگن که از من میپرسن، میگن این اونایی که مسئول بودن از شما باید عذرخواهی کنن. من میگم نه، برای من مهم نیست. اگر از کسی باید عذرخواهی کنن، برای از مردم ایران باید عذرخواهی کنن که این عمل زشتشون، عمل شرم‌آورشون منجر به بدبختی تمام ملت شده بود، نه فقط برای ما.